خب همونجوری که میتونید حدس بزنید از لباسا و ستاپ و اینا، ما رفتیم دستگاه رو ستاپ کردیم و اووردیم که بررسیش هم بکنیم، یه نگاه کلی هم بهش بندازیم. اولین چیزی که جلب توجه میکنه ابعاد و سایزشه و نحوه قرار گرفتنش روی صورته. به قدری راحت قرار میگیره همونجوری که میبینین و به خاطر وجود این بخشای ابری توی استفادهای طولانی مدت اذیتتون نمیکنه. توی هدست‌های واقعیت مجازی که من تا حالا تجربه کار باشون داشتم، مثل پلی‌استیشن وی آر، گیر وی آر و HTC وایو، بدون شک کوست 2 از همشون راحت تره. و خب یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که نیاز به هیچ کابلی نداره. شما اینو میذاری رو چشت و شروع میکنی به بازی کردن. توی بخش آنباکسینگ هم گفتیم 4 تا دوربین اینجا قرار گرفته که وظیفه دیدن محیط رو بر عهده داره. شما میتونید با ضربه زدن به دو بار بغل اینور یا آکلس موقعی که رو سرتونه بیرون رو ببینین، یا هم مثلا کسی صداتون میکنه میاد، چون وقتی هم اینو میذارین رو سرتون واقعا دیسکانکت میشین از دنیای واقعی و سخته دوباره برگشتن. پورت شارژ و هدفون جکش هم اینجا قرار گرفته که اینا رو باز توضیح دادیم و دیدین. به طور کلی تجربه طولانی مدت از آکلس کوست 2 بسیار لذت بخشه. آره مثلا یه 2-3 ساعت بازی کنین رو صورتتون جا میمونه و احتمالاً نیاز به یه نیم ساعت هواخوری دارین، ولی کلاً توی تمام هدستایی که من استفاده کردم تا حالا بسیار بسیار از همشون راحت‌تره و میتونین کاملاً هم تنظیم کنین، هم از با استفاده از این میتونین تنظیم کنین، هم میتونین دور سرتون تنظیم کنین، واسه همین هیچ مشکلی ندارین. یه نکته خیلی باحالی که داره وجود همچین زائده‌ای توی جعبشه. این برای کیه؟ برای کسایی مثل منه که مثل خیلی از شما کسایی که عینکی هستن، این رو قرار میدن بین این محفظه و خود آکیلس، خیلی هم راحته در آوردنش. میذارن و موقعی که عینک دارین و میخواین رو بذارین رو سرتون، یک فضای بیشتری دارین و دیگه خیلی راحتین. یعنی الان من این نداره، اینو میذارم رو سرم یه کمی اذیت میکنه، ولی به محض اینکه اینو میذارم چون فضا بیشتر میشه خیلی خیلی راحتم. میریم سراغ کنترل هایی که من رو خیلی شگفت زده کرد به دو دلیل. یکی اینکه بسیار خوش دستن، یعنی کاملا طبیعیه. این دوتا انگشت وسط شما رو این قرار میگیره، انگشت اشارتون رو این و با انگشت شستتون هم کامل به دکمه های کل روی خود آکلس دسترسی دارین و کاملا برای تمام بازی ها و اپلیکیشن ها همین کافیه. یک بندی هم که داره که بندازین دور دستتون، چون بازم میگم یهو آدم از خود بیخود میشه وقتی داره تجربه میکنه. تنیس داری بازی میکنی، این دستت میزنی این کنترلر میره، حالا بیا و درستش کن. علاوه طراحی واقعا خوبه. یه نکته شگفت انگیز خیلی جالب دیگه هم داره، اینه که بسیار بسیار خوب هدست آکیلس اینا رو تشخیص میده. یعنی حتی شما وقتی میذارینش رو سرت، اگر دم دستتون نگرفته باشین بهتون نشون میده کجاست و شما میتونید دستتون رو بردارین و بگیرینش. اینش خیلی باحاله. نکته دیگه راجع به کنترلر هست اینه که کاملا ریسپانسیوه، یعنی هر کاری شما انجام میدی واقعا توی اون بازی که داری انجام میدی همون عیناً تکرار میشه. آکلس یه ویژگی دیگه هم داره که جزء اکسپریمنتال، یعنی تجربیه، که میتونه دستتون رو ترک کنه. یعنی چی؟ شما این دوتا رو میذارین کنار، میذارین رو میز، این میزی که اینور شما نمیبینید، بعد هدست رو میذارین با دستتون انجام میدین، اینجوری بکنین سلکت میکنه، میتونین دستتون رو میبینین و این هم با 4 تا دوربین جلویش میسر شده. البته اگه میخواین از دست استفاده بکنید باید توی اتاقی باشین که نور خیلی خوبی داره. خب میرسیم به بخش نرم افزار. یه سری ویژگی های خیلی جالبی آکلس کوست 2 داره که الان بهتون میگم. شاید به خودتون میگه آقا من اصلا میخوام هاف لایف الیکس بازی کنم، چی کار باید بکنم؟ باید دارم $1000 HTC وایو بخرم، وصلش کنم، سنسوراشو بذارم؟ بهتون میگم یه راه دیگه هم هست و اون استفاده از آکیلس با قیمت $300. این خیلی اتفاق باحالیه که یک هدست واقعیت مجازی $300 دارین که میتونین روش هاف لایف الیکس بازی کنین و هیچ سنسوری هیچ چیز دیگه هم نمیخواد. یعنی چی؟ یعنی شما یه کابلی میخواین، کابلی که بتونه دیتا رو منتقل کنه. کابل یو اس بی تایپ سی معمولی نمیتونین استفاده کنین چون داده رو منتقل نمیکنه. باید پهنای باند زیادی داشته باشه که بتونه خیلی سریع داده رو منتقل کنه. اون کابل رو میخرین. خود آکیلس هم داره، برندهای دیگه هم دارن ازش تو بازار. من قیمتش رو نمیدونم ولی میدونم آکیلس هست. اسم کابلش هم آکیلس لینکه. شما اینو میزنین، وصل میکنی به پی سیت
وقتی که وصلش کردی به پی سی دیگه آکیلس از سخت افزار خودش استفاده نمیکنه و از سخت افزار پی سی تون استفاده میکنه. با یه کابل شما میتونین این رو تبدیل کنین به یک هدستی که بتونه بازی های استیم وی آر و کلا بازی های پی سی رو روش بازی بکنید. اما یه راه دیگه هم وجود داره، یه راهی به نام ایرلینک. چطوری؟ شما میتونین از طریق شبکتتون، شبکه داخلی خونه‌تون، مثلا وای فایتون، هدست رو متصل کنین به پی سی. اینجوریه که شما باید روتر رو مستقیم وصل کنین به پی سی، یعنی پی سی تون باید با کابل لن به اینترنت متصل باشه. بعد آکیلس رو میتونین به نتورک و شبکه داخلیتون متصل بکنین و به پی سی در حقیقت اینجوری وصلش کنین. اما چند تا نکته داره. یه سری روترتون باید یه سری ویژگی خاص داشته باشه، باید حداقل AC باشه و خب ترجیحاً کل فضای شبکه‌تون باید خلوت باشه که بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم. انجام میشه، اما خب با کابل خیلی بهتر شما بتونیم وصلش کنیم. اما و اما مهمترین چیزی که در هنگام خرید یک دستگاه جدید برای کاربر یا خریدار مهمه اینه که آقا من چه استفاده میتونم ازش بکنم، چه جوری میتونم ازش استفاده بکنم. اول باید بگیم که خود فروشگاه آکیلس کلی بازی باحال داره، از Resident Evil 4 که میتونم بگم بدون شک یکی از عجیبترین و باحالترین تجربه های سرورایوال هارری که تا حالا داشتم، تا بازی بیت سیبر، تا بازی پیستول ویپ، تا بازی استار وارز، همشون خیلی تجربه های باحالی هستن. اینم جالبه بدونین که خیلی از اون بازی ها روی پی سی و روی استیم هم اومدن و خیلی از این بازی ها از ویژگی کراس بای پشتیبانی میکنن. یعنی شما اگه یه بار روی آکیلس بخرین یا یه بار روی استیم بخرین جفتشو خواهید داشت. و با توجه به قابلیت این که اینو میتونین وصل کنین به پی سی، میتونین اگه بازی رو بخرین وصل کنین به پی سی، اون ورژن خفن با گرافیک تر باحال ترش رو اجرا بکنین و روی آکیلستون به بازی بپردازین. یادتون نره که لازمش اینه که با کابل مخصوص لینک، با هر کابل USB Type C، نه کابلی که بتونه داده رو منتقل بکنه، وصلش کنین به پی سی یا از طریق تکنولوژی ایرلینک استفاده بکنین ازش. اما بحثی که هست اینه که خب آقا من چجوری بازی تهیه کنم برای این؟ دو تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم که قبلا هم گفتم. حتما شما برای راه اندازی آکیلس کوست 2 نیاز به اکانت فیسبوک دارین و نمیتونین همین الان برین یه اکانت فیسبوک الکی بسازین. یه فیسبوک درست حسابی مال خودتون باید باشه، چون خیلی سخت گیر آکیلس. اگر هم نمیدونین، بدونین که آکیلس رو فیسبوک خریده، یعنی فیسبوک که الان شده متا صاحب آکیلسه. واسه همین حتما نیاز دارین برای اینکه لاگین کنین و دستگاه اصلا راه بندازین حساب فیسبوک داشته باشین. نکته دو اینه که فروشگاه آکیلس برخلاف پلی استیشن استور یا ایکس باکس یا مثلا آیتونز و گوگل پلی و اینا که شما میتونین برین خیلی فروشگاه هستن کد بخرین و گیفت کارت بخرین یا کد بازی رو بخرین، من ندیدم که همچین قابلیتی داشته باشه. واسه همین برای خرید نرم افزارش و بازیاش باید هزینه ای بکنین یا حالا از طریق کریدیت کارتی یا حالا یه جوری کد بازی ها رو به دست بیارین. اما راه‌های دیگه هم هست برای ریختن نرم افزار و بازی روی آکیلس کوست 2 که خب با یه سرچ تو اینترنت میتونین متوجهش بشین، یادش بدین، یا از اونجایی که میخواین بخرین اگه دوست داشتین بخرین میتونین از اونا بپرسین، شاید بتونن کمکتون بکنن. ولی اگر بخوام جمع‌بندی کنم و در نهایت بگم که آقا آیا نادر امرایی آکیلس کوست 2 رو پیشنهاد میکنه؟ 100% اما چند تا نکته رو باید در نظر بگیرید. 1. حتما باید اکانت فیسبوک داشته باشید. 2. برای تهیه بازی‌هاش ممکنه به مشکل بر بخورین. 3. اگر می‌خواید وصلش کنین به PC حتما باید PC گیمینگ داشته باشین. و 4. پیشنهاد می‌کنیم اگر می‌خواید وصلش کنین به PC کابل خودش رو بگیرین، چون کابل‌های دیگه من یه سری گزارش خوندم تو اینترنت که کابل‌های دیگه کار نمی‌کنن. اما هیچ جایی شما پیدا نمی‌کنید که با $300 در دو ظرفیت عرضه میشه، 128 گیگابایت و 256 گیگابایت، با $300 بتونین بازی‌های مثل هاف لایف الیکس رو روی هدست واقعیت مجازی بازی بکنید که شاید بشه گفت یکی از بهترین بازی‌هایی که به نظر من برای واقعیت مجازی اومده. بیت سیبر رو میتونین روش بازی کنین، پیستول ویپ رو بازی کنین، رزیدنت ایول 4 عالی. اما خب باید این نکات هم در نظر داشته باشید. خب فروشگاه خود آکیلس هم هست که کلی بازی باحال داره، خیلی بازیای باحالی داره. و یه نکته خیلی باحالی هم هست اینه که اکثر بازیایی که شما می‌خرین قابلیت کراس بای دارن، یعنی شما اگه روی فروشگاه آکیلس بخرینشون روی فروشگاه استیم وی آر هم عملاً نسخه پی سی شون رو می‌خرین. هرچند که آکیلس کوست 2 هدستیه که کاملاً بدون نیاز به هیچ چیزی کار می‌کنه، نه پی سی می‌خواد، هیچ، فقط شارژش کنین و
این دوتا باتری هم بندازین توی اینا، باتری قلمه میخورن دسته هاش. بذاریم بهتون نشون بدم، اینجوری به این حالت باتری قلمه میخوره. خیلی هم کم مصرف میکنه، من خیلی وقت دارم استفاده میکنم و باتریش تمام نشده و میتونین استفاده بکنین. اما میتونین هم به پی سی وصلش بکنین. دقت کنین باید کابل مخصوص باشه که بتونه داده رو منتقل کنه. هر کابل یو اس بی تایپ سی این کار رو انجام نمیده. و حتما یه دقت دیگه هم بکنین که کابل باید بلند باشه، حداقل 5 متر. یهو میری اینو گذاشتی کابل کوتاه، اتفاق عجیبی میفته، میای میپری کیست میافت، مانیتورت میافت، این کنده میشه. اصلا بیا و حالا بیا و درستش کن، نکن که کابلتون باید بلند باشه. ولی اگر من بخوام جمع‌بندی بکنم، اگر من بخوام بگم آیا اکلس کوست 2 ارزش خرید داره یا نداره، قطعا جوابم بله هست. چرا؟ چون یک هدست کوچیک و جمع و جوریه که خودش به خودی خود بدون نیاز به هیچی میتونه ساعتها سرگرمتون کنه و ساعتها دیوونتون کنه. من دفعه اول گذاشته بودم واقعا فکر میکردم خونمون دیگه اونجاست. یه مدتی شبا خواب اونجا رو میدیدم. یه اتاق خیلی باحالی هم داره به عنوان منو اینا. ولی و تازه میتونید با یک هزینه خیلی باز کم به نسبت هدست‌های واقعیت مجازی توی دنیا یه کابلی تهیه کنین و اینو وصل کنین به پی سی تون که دیگه اون دفعه پردازش رو پی سی تون انجام بده و مثلا بازی‌های با گرافیک بالاتر رو روش اجرا کنین. چون بازی‌هایی که روش نصب میشه پسوندشون APK هست و من حدس می‌زنم که نرم افزارش بر پایه اندروید ساخته شده. و در مقابل شما اگه بخواید همچین تجربه‌ای داشته باشین، مثلا بخواید یه هدست دیگه بخرید، نزدیکترین رقیبتون HTC Vive که بعد $1000 حداقل خرج بکنید که خب خیلی زیاده و تو ایران هم در دسترس نیست. خب مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. قبل از اینکه خداحافظی کنیم بگیم که فروشگاه هزارتو اسپانسر این بخش بوده و اکیلس کوست 2 رو فروشگاه هزارتو در اختیار ما قرار داده و به مناسبت اکیلس کوست 2 اصلا حضور اکیلس کوست 2 یه فروش ویژه‌ای هم روشون راه انداخته که میتونین با مراجعه به سایتشون که اینجا هست ببینین و اگر دوست داشتین تهیه‌اش کنین. دستگاه خیلی باحالیه، من خیلی باش حال کردم و باحال دیگه همین. تا ویدیوی بعدی قبل از اینکه خداحافظی کنم ازتون، یادتون نره اگه ویدیوهای ما رو دوست دارید کانال ما رو سابسکرایب بکنید، اگر باز بیشتر دوستش دارید لایکش بکنید، اگه خیلی دوستش دارین زنگولم بزنین، بعد اگه خیلی 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 دوستش دارین به دوستاتون هم ما رو معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی دمتون گرم، خداحافظ.